با درود بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که تا ساعتی دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی باشم برنامه در جستجوی عدالت که اختصاص به موازی حقوقی اجتماعی و تاریخی داره روزهای پنجشنبه از این کانال تلویزیونی به نظرتون میرسه و بازپخش اون رو همواره میتوانید در آرشیو برنامه های ایران فردا و نیز سایر رسانه های مجازی ملاحظه بفرمایید همینجا عرض می کنم که دوستانی که مایل ما هستن نسبت به برنامه هایی که ما ارائه می کنیم و یا اگر پرسش یا نظری در زمینه مسائل حقوقی و نیز مهاجرتی دارند همواره میتونند با ایمیل بنده سیروس مشکی جیمیل دات که بر صفحه تلویزیونتون نقش میبنده تماس بگیرن و من در هفته و هفته های بعد پاسخگو خواهم بود کارگردان فنی برنامه ما آقای سپر هستن که بسیار از محبت و درایت و مدیریتشون تشکر میکنم اما در برنامه این هفته مایلم ما که اشاره داشته باشم به کنفرانسی که به نام کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی سال هاست که به همت گروهی از فرهیختگان و دوستداران و دلباختگان ادب و فرهنگ ایران در شهر شیکاگو ایالت ایلینوی برگزار می شود اشاره داشته باشم این کنفرانس که همه ساله با حضور ادهی بین سه تا پنج هزار نفر در چند روز در روزهای آخر ماه آگست برگزار می شود اختصاص داره به بررسی ها و پژوهش های در زمینه مسائل ادبی تاریخی و اجتماعی ایرانیان و در برنامه کنفرانس امسال انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی یکی از سخنران چون همیشه سخنرانان فرهیخته و دانشمند و بسیار صاحب نظری سخنرانی میکنند در با... یکی از سخنرانان برنامه امسال این کنفرانس خانم مسیح علی نجاد روزامنگار پراوازه ایرانی بود که چندیست از ایران به دلیل مشکلاتی که بر سر راهش بود اه... آمده است به و در امریکا متوطن شده و در این کنفرانس یکی از سخنرانانی بود که درباره یکی از موزلات و مسائل مطلابه جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی سخنرانی کرد و من مایلم که با ادای احترام به این روزنامنگار برجسته و این سخنور جوان بسیار عالیقدر، قدر بخش های از این سخنرانی رو امروز در این برنامه خدمت شما عرضه بکنم تا همگان بدانند که چه میگوید و از که میگوید به سخنان خانم مسیح علی نجاد در کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی توجه بفرمایید معنای واقعی زندگی در ایران زمانیه که یک زن ایرانی به قدرت نگفتن پی ببره اگر من توی زندگی شخصی خودم نه نمی گفتم الان باید یک گوشه ای توی قومیکلا چهار پنج تا بچه داشتم و کسی به صدای من گوش نمیداد هر از چنگایی توی مزرعه دزدکی و یواشکی آواز می خوندم مثل مادرم که صدای زیبایی داره فقط برای دل خودم می خوندم الان هرگز این فرصت رو پیدا نمی کردم که 2000 2500 نفر 3000 من جمعیت زیادی میبینم جلوی من باشن و بخوان به حرفای منی گوش بدن که یک عمر توی روستا هر وقت مردی وارد خونه میشد یا الله میگفت و یا الله گفتن یعنی رأی بر ندیده شدن یک زن یعنی برو پشت پرده یعنی زن صداش رو بالا نمیبره و وقتی که من نمیگم شاید در روزهای اول ترد و تنها بشم اما کم کم این فرصت رو پیدا می کنم که به جای فقط شنونده بودن یک سینه حرف که دارم برای شما بگم حالا من ایران رو ترک کردم دلتنگ همون روستام و دلتنگ همون فضاییم هم که هر بار منو به خاطر نگفتنم شاید تنبیه و بازخواست می کرد اما باید اعتراف بکنم که همه فرصت هایی که در زندگی به دست آوردم فقط به خاطر یک کلمه ساده دو حرفیه به خاطر نگفتن نگفتن به تمام زور و ظلم و اجبار نگفتن به هر مردی که چه در حکومت چه در خونواده و حتی در خونواده روشن فکرها فکر میکنه که برتر از زنشه در بین تک تک کسایی که میشناسیم هم هستن شما واقعا فکر میکنید که در ایران آزادی حقیقیه؟ آزادی در ایران حقیقی نیست، یواشکیه و هیچ وقت آزادی هایی که زیرزمینیه، پنهانیه، یواشکیه، هیچ حکومتی رو نمیترسونه. تا مادامی که زنان به همون آزادی های پنهانی و زیرزمینی قانه باشند هیچ اتفاقی نمیفته. حکومت رو زمانی آزادی های یواشکی میترسونه که شما با صدای بلند در موردش حرف میزنید شما اعتراض میکنید و صداتون رو جهانی میکنید برای همین خطاب به همه اونهایی که میگن چرا آزادی یواشکیه باید بگم به این دلیل که این زنان تصمیم گرفتن دیگه یواشکی باقی نمونن و کمپین ما برای علنی کردن آزادی یواشکیه برای جهانی کردن آزادیه که حق ماست هر جا صدای یک زن ایرانی رو شنیدین که خودش رو در خطر میندازه و به قانون زشت و تبعیض‌آمیز نبینگه هرگز سکوت نکنید و صدای این زنان باشین بزرگترین خطای ما ایرانی ها اینه که منتظر معجزه ایم منتظریم یکی قهرمانمون باشه منتظریم یکی بیاد تغییر رو برامون بیاره نه ما خودمون میتونیم تغییر ایجاد کنیم هیچ کسی به اندازه خودمون نمیتونه به ما کمک کنه شاید مثال سادش رو بخوام براتون بگم اخیرا سخنرانی لیلی گلستان رو گوش میکردم دختر ابراهیم گلستان مترجم و گاریردار ایرانی که شعار خواستن توانستن است رو به زیبایی در سخنرانیش تشریح کرد اما چیزی که درون منو تکون داد این بود خواستن توانستن است لیلی گلستان کجا و خواستن توانستن است خودم یه دختری که از یه روستای اومدم کجا من اگر میرفتم به کسی میگفتم من مصومه علی نجاد قومیکولایی فرزند علی دستفروش و زری خیاتم آیا درها به رو من باز میشد اگر او میرفت و میگفت من لیلی گلستانم دختر ابراهیم گلستان هر چندم پدرش بد اخلاق باشه اما درها به روش باز میشد و مثل من کم نیستن آدمایی که توی شهرستان ها توی روستاها، ها توی جاهایی که بلدن حق خودشون رو میدونن چیه ولی هیچ دری به روشون باز نمیشه چرا چون کسی پشت شناسنامه نیست که درها رو به روشون باز بکنه چون آغازاده نیستن چون ژن خوب ندارن من میدونم که آدمایی هم هستن که به هر حال فرزند چهرهای مشهور و شناخته شدن در سینمای ایران فرهنگ ایران ادبیات ایران و سختی های زیادی رو تحمل کردن اما باید یاد بگیریم که به هر شهروند ایرانی بگیم هیچ کسی به خاطر آغازاده بودن، معروف بودن، پشتوانه پارتی و فامیلی داشتن و یا اسم بزرگ داشتن نمیتونه الگو و نماد ما باشه هر شهروندی خودش به تنهایی میتونه قهرمان زندگیش باشه و برای همین برای همین تصمیم گرفتم توی برنامه تبلت وقتی که از آزادی یواشکی یاد گرفتم که زنان ایرانی قدرتمند هستن و میتونن حتی قهرمان زندگی خودشون باشن بهشون این رسانه رو بدم چون توی قومی کلا آرزون بود که این تلویزیون خونه ما همیشه همه رو نشون میده نقاشی منم پخش بکنه نقاشی منم پخش نکرد تا چه برسه به صورت منو تصمیم گرفتم صورت تک تک آدمایی که تو شهرستانای مختلف قدرت دارن رو من توی رسانه بزرگی پخش بکنم بهشون صدا بدم چرا چون میدونم اون آدم ها میتونن الگوی خوبی باشن برای آدم های معمولی خیلی ها ممکنه بگن فلان چهره مشهور و سلبریتی که ما داریم میبینیمش امکانات متفاوت داشت شرایط متفاوت داشت پس من نمیتونم مثل او باشم اما وقتی منیژه دختر معلولی که توی تهران زندگی میکنه ساناز دختر ناشنوایی که تو مشهد زندگی میکنه میتونه و موفقه و قویه و روی پای خودش میسته به زور اجبار نمیگه و حقش رو پس میگیره امکانات متفاوت نداره شرایط متفاوت نداره ژن خوب نداره یعنی آقازاده نیست و معروف نیست سلبریتی نیست پس من هم میتونم منیژه و ساناز دو دختر دو دختر معلول که من اصلا از واژه معلول دلم نمیخواد درماشون استفاده بکنم دو دختر توانمند و معمولی داستان زندگیشون رو که ساختم همدیگر رو پیدا کردن کسانی که تا سانسور شده بودن تیتر روزنامه همشهری شدن رسانه های داخل ایران باشون الان دارن مصاحبه میکنن و اینها نماد تغییرن در ایران الان داستان زندگی کسی رو ببینین دو معلولی که میگن ما رویایی داریم بعد از اینکه داستان زندگیشون پخش شد رفتن و همدیگر رو پیدا کردن و با همدیگه شروع کردن به خوندن رویایی دارم رویای آزادی امیدوارم که ویدیوشون رو پیدا بکنین دریم رویای منیژه و ساناز رو ببینیم و تکثیر کنیم صدای آدمای معمولی که میتونن به جامعه ما یاد بدن که هیچ وقت قهرمان پروری نکنیم قهرمان سازی نکنیم و روی پاهای خودمون بستیم و تکیه کنیم به باورهای خودمون بله ناصینا من گیج لوریدی که دستم بیاد

به ما میگن هجاز رایت کنید اینجا اماکن میاد شما دیدم تو چارشنبای سفید شما رو به خاطر چارشنبای سفید میشنستم رستورانی هممون رویایی داریم واقعا اینو از ته دلم میگم خیلی ممنونم که به خاطر رویاهاتون گرده هم جمع شدیم و قسمت دیگه ای که من دوست داشتم در موردش با شما حرف بزنم افشای خشونت از طریق کمپین هایی هست که در شبکه های اجتماعی فعال هستن دو تا از این کمپین ها آزادی یواشکی و چهارشنبه سفید کمپین من هست که من مدیریتش می کنم ولی کمپین های زیادی هستن که اثر گذارن و دلم میخواد بهتون بگم که چقدر شبکه های اجتماعی میتونه تاثیر بذاره در افشای خشونت و تا زمانی که خشونت ها افشا نشه چون ما از کشوری میایم که آزادی مون یواشکیه، شکنجه ها یواشکی نیست خشونت نیست ولی ما در رسانه های رسمی از خشونت شکنجه ها و تحقیر ها و ظلم ها چیزی نمی بینیم اما رسانه شبکه های اجتماعی بازوهای حمایتی ما هستند که در موردش حرف بزنیم موضوع و تمرکز من گشت ارشاده چون خشونت محض و مطلقی که علیه زنان جریان داره در تمام این سالها هر بار تحت عنوان یک نام از کمیته امر به معروف گرفته تا گشت ارشادی که الان اسمش هست ولی ما همیشه در برابرش سکوت میکنیم چرا چون فکر میکنیم که جامعه مشکلات بزرگتری داره و این بزرگترین اشتباه ماست همه شما تک تک شما امروز صبح وقتی میخواستین بیاین توی این کنفرانس شرکت بکنین صادق باشین به من صادقانه بدون دروغ به من بگید اولین چیزی که بهش فکر کردین و عمل کردین چی بود؟ لباستون، تیپتون، ظاهرتون غیر از اینه؟ لباس هر آدمی هویت این آدمه شما نمیتونید بگید هجاب مهم نیست انتخاب پوشش مهم نیست ولی خودتون چند سال جلو آینه وقت بذارین ما جلوی آینه وقت میگذاریم مردان ما جلوی آینه وقت میگذارن تا خودشون رو زیبا بکنن خودشون رو برازنده ی کنفرانس های داخلی بکنن کنفرانس های جهانی بکنن و هویت خودشون رو با خودشون به خیابان ببرن ولی زنان ما جلوی آینه وقت میگذارن تا از خودشون چهره ای بسازن از خودشون هویتی رو بسازن که مال خودشون نیست به خودشون تحمیل شده این حکایت تمام این سالهای زنان ایرانی در ایران و استفاده ما از آینه و وقتی هم که در هر کنفرانسی یا هر جایی میرم راجبه حجاب حرف میزنم به من میگن هجاب دقدقه اول نیست غالبا هم صدای مردانه این رو به من میگه خیلی ساده یه روسری به خودم میبرم سر اولین مردی میکنم که به من میگه هجاب دقدقه اول نیست و از و از اون مرد خواهش میکنم که این روسری رو سرش بکنه نیم ساعت در کنفرانس من تمام مردا با روسری بنشینن تا مشکلات بزرگ رو با هم حل کنیم تا یاد بگیرید به ما نگید وقتی از هویتمون حرف میزنیم وقتی از خشونت گشت ارشاد حرف میزنیم به ما نگید که موضوع مهمی نیست و ما موضوعات بزرگتری داریم چون تمام این سالها شما هویت واقعیتون رو داشتین و برای همین بود که تصمیم گرفتم برای افشای خشونت فقط فیلم های گشت ارشاد رو نشون ندم خشونت های خانگی رو هم بگم هر مردی که همراه زنش نشه همراه خواهرش نشه همراه مادرش نشه علیه قانون حجاب اجباری و خشونت گشت ارشاد هم دست مطلق خشونت علیه زنانه چرا؟ چرا؟ خیلی مثال ساده ای که بخوام برای شما بگم موضوع حجاب اجباری و خشونت علیه زنان مخصوص و مختص فقط نیمی از جامعه ایران نیست مربوط به تمام جمعیت ایرانه یک زنان در همه جای دنیا احساس امنیت میکنن به جز ایران باید حجاب براشون امنیت بیاره این توهین به شعور مرد ایرانیه یعنی مرد ایرانی به مسابه یعنی مرد ایرانی به مسابه آلت سرگردان همیشه در حال تحریکه و نمیتونه هیچ زنی رو بدون هجاب ببینه دوم برای چه؟ برای چی ادعا میکنم که موضوع هجاب اجباری مربوط به تمام جمعیت ایرانه؟ توهین به شعور زن با هجابه یعنی مادر من مادری که انتخاب کرده هجاب بر سر بکنه مهمان نواز نیست یعنی اگر کسی وارد خونه ما بشه مادرم با باتون به جانش میفته که روسری بر سرش بکنه پس هجاب اجباری توهین به مردان و توهین به زنان با هجابه مادر من یک فمینیست واقعیه یک برابری خواه واقعیه فرهنگ ایرانی رو مادران ما دارن به دنیا معرفی میکنن نه گشت ارشاد و نه اون زن چادری که ما رو فاحشه میخونه برای همین وقتی میخوایم به حجاب اجباری نه بگیم هرگز نگیم دغدغه دق نیمی از جامعه ایرانیه و نگیم دغدغه دق زنانیه که حجاب اجباری نمیخوان نه حجاب اجباری دغدغه دق همه ایرانیه چون توهین به شعور همه ایرانیه چون در تمام ایران به عنوان فرهنگ ما معرفی میشه هر جا هم فکر کردین من زیاد حرف زدم بعد یکی بیاد منو بگیره من موافقم اخیرا مصاحبه داشتم با صادق زیبا کلام که واقعا شجاعانه و پیشروتر از بسیاری از اصلاح طلبان برخی مواقع خط قرمزهای جمهوری اسلامی رو ازش عبور میکنه ولی وقتی نوبت به حجاب اجباری رسید سوالم ساده بود چرا در مورد حجاب اجباری سکوت کردین؟ پاسخش دردناک بود اما واقعی بود صادق زیبا کلام دروغ نگفت واقعیت بخش زیادی از مردان ایرانی رو به زبان آورد گفت به دخترم گفتم اگر آرایش میکنی و گشت ارشاد موهای بیرونه موهاد بیرونه و گشت ارشاد تو رو بازداشت بکنه خب مسئولیت با تو من دیگه نمیام دنبالت بارها از روشن فکر ترین پدر خانواده هم اینو شنیدیم دنبال درد سر میگردی؟ خب حالا که میدونی قانونه سرت مگه درد میکنه سری که درد میکنه با دستمان نمیبندن ما بیایم گشت چیکار بکنیم و این که صادق زیبا کلام گفت من به دخترم گفتم دنبالت نمیام فرهنگ رایجیه که در ایران وجود داره حالا من میخوام بهش بگم بزرگترین اشتباه شما و تمام مردان همینه اتفاقا باید دنبالمون بیاین تو گشت ارشاد با دست گل هر جا دخترتون رو گرفتن و تحقیرش کردن با خشونت باش برخورد کردن با دست گل برین جلوی گشت ارشاد تا گشت ارشاد ببینه که پدران و برادران ما مثل گشت ارشاد یا بی فرهنگ و بی شعور نیستند حامی ما هستند و دلم میخواد فقط فیلم گشت ارشاد رو نگاه بکنید و بعد پیش خودتون تکرار بکنید که چرا چهل سال ما به همین شکل فجی وحشی زشت مورد اهانت و خشونت قرار گرفتیم ولی پدران ما برادران ما مردان ما روشنفکران ما اصلاح طلبان ما براندازان ما همه گفتن مشکلات بزرگتری از حجاب هست فیلم گشت ارشاد رو ببینید چطور ما این تحقیرها رو تحمل کردیم گام اول برای رسیدن به تمام حقوق برابر و انسانی ما اینه که کرامتمون حفظ بشه شما اگر در این فیلم های گشت ارشاد کرامتی میبینید سکوت کنید

ما برای ایران آبرو می خریم. اگر به تمام دنیا با صدای بلند بگیم هجاب اجباری فرهنگ ملت ایران نیست هجاب اجباری یک قانون تبعیض آمیزه که ما نافرمانی مدنی میکنیم در برابرش و اما چطور مردان رو دعوت بکنیم به ما بپیوندن من یکی دوتا مثال از خودم میزنم برای اینکه باور دارم تک تک ماها میتونیم تغییر ایجاد بکنیم هیچ کسی الگوی ما نیست هیچ کسی قهرمان ما نیست چشممون نباید به سلبریتی ها باشه به زنان سیاست مدار باشه چشمتون به خودتون باشه تغییر رو از خانواده‌هاتون شروع بکنید مثال خودم میزنم من بچه‌ای بودم که تو یک روستای کوچیک بزرگ شدم عاشق پدر و مادرم هستم ولی عاشق قوانینی که اونها رو وادار کرده بود تا من رو به زور به بهشت ببرن نبودم دلم میخواست مثل برادرم برم توی رودخونه قشنگ دهمون شنا کنم دلم میخواست مثل برادرم آزادانه توی خیابونهای قومیکلا دو شرخ سواری کنم دلم میخواست مثل برادر قشنگم از تمام آزادی هایی که پسرهای ده برخوردار بودن برخوردار باشم ولی نبودم اما برادر مهربونی داشتم باید زیرا به با آزادیاشو میزدم باید یه کاری میکردم بدونه که اگر بدون من آزادی داشته باشه اون آزادیه رو کوفتش میکنم <applause> هر روز وقتی همه میخوابیدن بعد از نهار برادرم میرفت تو رودخونه شنا کرد. برادرم نشون بدین و مادرم نمیذاشت رئیس خونه نمیذاشت چون خطر داشت برای برادرم نگران بود که برادرم توی کلاه رود قومی غرق نشه برای همین نمیخواست برادر کوچیک که من بره تنهایی شنا بکنه یا با دوستا شنا بکنه که هواشو نداشته باشن ولی من هوایی بودم برای همون شنا وقتی که برادرم یواشکی میرفت شنا بکنه مردم هم آزادی یواشکی دارن یواشکی میرفت شنا بکنه و مادرم خواب بود من مادرمو یواشکی بیدارش کردم یعنی علی کنار ما خوابیده نیست واقعا من اینجا موندم و از اون به بعد مادرم فهمید زورا علی میره علی رو بست که از خونه بیرون نره باید تمام مردایی که بدون خواهرانشون بدون امسرانشون وارد استودیوم های آزادی میشن رو بست باور بکنی غم انگیز من برادرم رو بستم تا حقمو گرفتم برادرای خودتون رو ببندین نمیخواد حکومت رو تغییر بدین شوهراتون رو ببندین تغییرشون بدین اگه بدون شما میرن استودیوم برادر من استودیون بره و نمیره برادر من تو قومیکلاه تو روستایی که ممکنه تغییر سختتر باشه ولی تغییر رو از تو آشپزخونه خونمون شروع کردیم آشپزخونه ای که تمام دیزاینش برای مرد زنانه آشپزخونه ای که کوتاه طراحی میشه تا مادرم بتونه ظرف بشوره تا مادرم تمام جوانیش رو تو آشپزخونه پیر کنه آشپزخونه ای که برای زنا ساخته شده ولی من عاشق مادرم بودم اما عاشق راهی که مادرم رفته نبودم من نمیخواستم تو آشپزخونه پیر بشم رستگاریم رو توی آشپزخونه نمیدیدم به برادرم گفتم آشپزخونه اندازه ای تو نیست صندلی پلاستیکی که تو خونه داریم بشین رو صندلی ظرفش رو با من باش تغییر رو از خونه هامون شروع کنیم اگر به شما گفتن مسیح علی نجات برای دیده شدنه که داد میزنه برای شهرته که داد میزنه خیالتون راحت من نمیترسم بله من برای این که دیده بشم تلاش میکنم چون از کشوری اومدم که در درجه اول رای به ندیده شدنمون دادن ما چند تا شهید داریم در جنگ ایران و عراق که زن بودن کدوم خیابون به اسم زی... یکی از زنان شهید بود در همین جامعه بهایان وقتی که اعدام کردن کجا شما نام جینوس رو شنیدین در کدام فیلم نام جینوس بود حذف شد و فقط در همون بازجویی که صدا سیما پخش کرد از اعدام هفت مرد گفت یعنی وقتی اعدام بشیم زندانی بشیم آزاد باشیم ما دیده نمیشیم گام اول برای رسیدن به حقوقتون اینه که دیده بشین از زخم زبون ها نترسین میدونم که دارم فقط با زنا حرف میزنم ولی به تک تک شما مردان هم نیاز دارم به همراهیتون که مثل برادرم باشین تو آشپزخونه بشینید کنار همسرانتون استودیوم ها رو نرید بدون همسران و خواهرانتون تغییر رو از خونه هامون شروع بکنیم هیچ کسی دلش برامون نمیسوزه به جز خود ما خیلی ممنونم که به من گوش کردید صدا و سیمای خودمونی ما رسانه خودمونی ما خیلی قدرت داریم ما اوج خشونتمون میتونه افشای خشونت اونا باشه که محض و مطلق علیه ما ظلم میکنن دوربیناتون از هاتون باشه با دوربینتون میتونید اینا رو افشا بکنید و شما میبینید که الان صدای زنان ایرانی صدای ایران سانسور شده ای ما به گوش دنیا رسیده از کدوم طریق از طریق همین موبایل برای همین من از شما خواهش میکنم برای زنانی که صدای واقعی ایران بودن برای اون زنان دست بزنید نه برای من دلم میخواد به اونا دلم میخواد زنان ایرانی ببینن که صداشون شنیده شد خب متاسفانه شاید فرصت نبود که تمام سخنرانی خانم علی نژاد رو پخش کنیم اما قسمت های عمده اون رو ملاحظه فرمودید و مشاهده کردید که تا وقتی وطن ما چنین جوانان ارزنده خوشفکر خوشکلامی رو داره و خوشندیشی رو داره نباید ناامید شد و بدانیم که گمان مبر که به پایان رسید دور مغان کنوز باده ناخورده در رگ تاک است. به امید روزها و روزگاران خوشتر و بهتر.